مسلمان های ترکستان شرقی که همونطوری که از اسمش مشخصه و پیداست خب اینا ترکتبار هستن ترک هستن و حتی در خوندن و نوشتنشون هم خب زبان مخصوص خودشون رو دارن و حتی در کتابت هم من دیدم که با همون به حال لهجه یا زبون مخصوص خودشون دارن ممیسن اما بحث ما اینه که همه دنیا غرب و شرق میدونه که حکومت چین داره نسبت به این اقلیت بزرگ ظلم میکنه اما چرا هیچ موقع نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابل مسلمانهای های چین دفاعی پخش نکرده چرا وقتی در سازمان ملل میخوان قطعنامه ای رو بر ضد چین در دفاع از ایغورها تصویب کنن ایران جز کشورهایی که رای مخالف میده یا رای ممتنع میده چرا باید ایران نظام جمهوری اسلامی ایران از مسلمان های اویغور دفاع نکنه چون سنی هستن چون رابط اقتصادی قوی با چین دارن چون چین حمایت میکنه از ایران چون کشور چین در سازمان ملل قطنامه هایی که ضد ایران تصویب بشه و تو میکنه به چه دلیلی؟ اما از این طرف ایران میاد در عراق دخالت میکنه در یمن دخالت میکنه در بحرین دخالت میکنه در پاکستان در افغانستان پا را فراتر گذاشته از منطقه رفته سراغ افریقا شاخ افریقا داره در تمام کشورها به نحوی دخالت میکنه با چه بحانه ای میگه من جمهوری اسلامی ایران هستم و تمام مسلمون ها به نحوی باید تابع من باشن و این حق و اجازه رو به خودش میده که دخالت کنه با این بهانه و با این توجیه اما در مقابل مسلمانهای چین اصلا یک کلمه هم حرف نمیزنه و اگر کسی هم حرف بزنه حتی اگر حکومتی باشه حتی اگر آقای متحری باشه به شدت تمام باهاش برخورد میکنن شاید عجب و غریب باشه اتفاقاتی که برای مسلمانهای های چین میفته در طول در طول حداقل حیات ما برای هیچ کس توی این کره خاکی این اتفاقات نیفتاده همین چند ماه قبل بود که شبکه تلویزیونی الجزیره یک گزارش کامل در مورد فروش اعضای بدن مسلمون چینی زنده محکوم به اعدام منتشر کرد این مسلمون به خاطر عقیدهشون محکوم به اعدام شدن این افرادی که محکوم به اعدام شدن قبل از اینکه اونها رو تیر باران کنن تصمیم میگیرن که اعضای بدن اونها رو از بدنشون در بیارن اعضای بدن اونها مانند کلیه و کبد بدون بیهسی از بدن اونها خارج میشه و در بازار آزاد به عنوان اعضای بدن حلال فروخته میشه جالبه که به قیمت های گذافی هم اون رو میفروشن و جالبتر اینکه بعضی از مسئولان امنیتی چین گفتن به خاطر خرج و مخارجی که ما برای زندانی کردن اینها و نگهداری اینها انجام میدیم اینجوری داریم هزینه هامون رو تأمین میکنیم در شما خودتون فکر کنید هیچ کدوم ما شاید عمرمون به نسل کشی استالین قد نده و در تاریخ حال حاضر هم ندیده باشیم همچون فشارهایی که بر مردمی داره اتفاق میفته هزاران چینی در اردوگاه های شستشوی مغزی اجباری زندگی میکنن برای اینکه بتونن دین اونها رو عوض کنن جالبتر هست که بدونید چین اون منطقه رو در اصل اشغال کرده به اشغال خودش درآورده. یک مسئله تاریخی در اونجا وجود داره و بعد از اون بعد از این اشغال تمام فشارها برای تغییر دین, دین اون منطقه اون مردم اویغورهای اون منطقه اتفاق افتاده چه کشورهایی شکایت کردند؟ کشورهایی که به خاطر آزار و اذیت مسلمونهای چین که این مسئله از ابتدای انقلاب تا الان وجود داره شکایت کردن اول از همه عفو بین الملل بارها و بارها بسیاری از نهادهای حامی حقوق بشر بیانیه های مختلف دادن و آزار اذیتشون رو چندین مورد متفاوت به خصوص از من عفو بین الملل اومدن و محکوم کردن 22 کشور عضو سازمان ملل یک نامه نوشتن به رئیسان شورای حقوق بشر کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر رفتار دولت چین با مسلمون های این کشور رو محکوم کردن کشورهایی مثل بریتانیا، استرالیا، کانادا، آلمان، فرانسه، ژاپن و امریکا جز این کشورها هستند. کشور امریکا به تنهایی به خاطر ظلمی که به مسلمون های چین میشه بسیاری از مقامات اون منطقه چین رو تحریم کرده بسیاری از کشورهای عالم اسلامی شکایت کردن به سازمان ملل تا الان چندین رئیس جمهور متفاوت از همون شرق آسیا و مالزی و اندونزی تا کشورهای غرب آسیا مثل ترکیه رئیس جمهورشون وزیر امور خارجهشون بسیاری از افراد دولتشون رفتن اونجا برای اینکه رایزنی بکنن برای اینکه فشار روی مسلمانهای چین کمتر بشه یعنی قضیه از حالت دینیش خارج شده یک مسئله انسانیه یک کشور این وسط سکوت کرد کشوری که در حال بستن قراردادی 25 ساله با کمونیست هاست اون کشور جمهوری اسلامی اسم خودش رو گذاشته آیا به نظر شما این کشور به صورت معناداری از واژه اسلامی سوء استفاده نمیکنه.